اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بنامي خداوندي هستي بخش و بارزي سلام و درود خدمتي يقاي كبيرين دهاي عزيزي تلوزيوني خرشيد و علاقمنداني برنامه فقه خانواده. خرسان و خوشحال هستم که باز هم شما عزیزان را تا فرصتی که پیش روز با خود دارم و امیدوار هستم ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی کنید. دوست عزیز، صحبت ما در ارتباط جمع‌بندی مراحل تشکیل خانواده بود که در خلال 12 جلسه تانستیم این بحث را خلاصه سازی بکنیم و جمع‌بندی بکنیم. و واقعا بار دیگر از همه همکارای تکنیکی خود صمیمانه ابراز تشکری میکنم که واقعا زحمت کشیدن و تلاش کردن که ما بتوانیم یک برنامه زیباتر و خوبتری را با تصویر و جدول های این مراحل در خدمت شما قرار بتیم و با شما شریک کنیم. دوست عزیز، آغاز میکنیم به تربیت اولاد. تربیت اولاد در حقیقت یکی از مباحث خیلی مهم و اساسی امروز ماست که انشالله در 8 مورد اهمیت این بحث را با شما شریک میکنیم. اما پیش از اینکه به تربیت اولاد بپردازیم، بقایای بحث قبلی که در 14 مورد توصیه یک عالم به دخترش و یک مادر عالمه به دخترش بود و این توصیه را مادرای ما و خواهرای ما و پدرای ما بعد از اینکه خانم خود را، دختر خود را البته به نکای شرعی و اسلامی یک جوان مسلمان میاره، باید این توصیه را داشته باشه تا بتانه مسئولیت پذیر باشه و مسئولیت ها و مکلفیت های خود را عملی بکنه. دوست عزیز، جمع‌بندی مراحل تشکیل خانواده را از تعریف خانواده و انواع خانواده، اهمیت خانواده، ازدواج، حکم ازدواج، مشروعیت ازدواج، ترغیب اسلام به ازدواج، شب عروسی و همچنین عقد عروسی و خواسته های مرد از زن، خواسته های زن از مرد، رفتار پیغمبر علیه السلام با همسرانش، زنان ممتاز از منظر رسول الله علیه السلام و همچنین راه های مهار مشکل، اسباب خوشبختی و رازهای ایجاد دوستی و مسائل دیگه با شما شریک کردیم. و بعد از او بحث طلاق داشتیم، راه های جلوگیری از طلاق داشتیم، طلاق شرعی داشتیم و بالاخره با این وصیت بحث ما، بحث جمع‌بندی مراحل تشکیل خانواده و اختتام می‌یابه. و بعد از او انشاءالله به تربیت اولاد که امروز یک مقدمی می داشته باشیم، بعد از او انشاءالله به بحث تربیت اولاد به شکل عملی داخل میشیم. امیدوار هستم شما ما را در این بحث همراهی کنیم. دوست عزیز، 14 توصیه نکاتی در جلسات قبلی اشاره شد. اول، قناعت داشتن. دوم، اطاعت کردن. سوم، حفاظت از چشم و بینی شوهر. و چهارم، حفاظت از خواب و غذای شوهر. و پنجم، حفظ مال و خانواده. طوری که یکی از مسئولیت های مهم زن در خانه حفظ مال، حفظ اولاد و حفظ آبرو و عزت شوهر است. قرآن میگه فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنانی که نیک هستن اونها در نبود شوهر از مال و آبروی شوهر حفاظت میکنن. و نکته ششم، حفظ سر و راز شوهر. طور مثال از یک جوان بپرسین که اگر کمی و کاستی خانواده شما را خانم به دیگرها فاش کنه چی کار میکنین؟ میگه ناراحت میشم. پس خواهرای عزیز، راز خانواده، کمی و کاستی، ریخت و پاش های خانواده تانه به جای نقل نکنین، اشتباهاتش را به جای نقل نکنین. و قاطعیت در دین. یگان بار جوانا خواسته های نامشروع از زن می داشته باشند یا زن از مرد خواسته های نامشروع می داشته باشند، باید همیشه قاطع در دین باشند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. طاعت مخلوق در جایی که نافرمانی الله شوه حرام است و جای پا نداره. نکته بعدی، احترام متقابل است. احترام متقابل نه تنها از موارد مهم به شمار میره، بلکه از اسباب خوشبختی و اسباب ایجاد دوستی است. او هم یک انسان آزاد و تو هم یک انسان آزاد هستی. باید به همدیگر احترام داشته باشی و
و با هم دیگر چون یک انسان رفتار کنی، نه اینکه تو خانمی را در اختیار آوردی و بگویی که ببین من انسانی را خریداری کردم، پول مصرف کردم، دلک افغانی دادم. خوب دلک افغانی دادی به این معنی نیست که تو انسانی را خریداری کرده باشی. الحر لا يدخل تحت الید. پس مورد اول قناعت داشتن، دوم اطاعت کردن، سوم حفاظت از چشم و بینی، و چهارم حفاظت از خواب و غذا، پنجم حفاظت از مال و خانواده، ششم حفاظت از سر و راز هم دیگر، هفتم حفاظت یا قاطعیت در دین، و هشتم احترام متقابل. نهم دوست عزیز، دوری از خشم و غضب. دوری از خشم و غضب یکی از مواردی بود که میتوانست راه های جلوگیری از طلاق باشد، و یکی از مواردی بود که میتوانست مشکلات و اختلافات خانواده را مهار بکنه. پس یکی از مواردی است که باید یک پدر و یک مادر در وقت نکاح و عروسی دختر خود توصیهش کنه که هیچگاه خشمگین نشو بر بالای شوهر خود و هیچگاه به غضب و تندخویی متواصل نشو. نکته دهم دوست عزیز، آنچه را که از همدیگر ندارن اجرش را از خدا بخواهد. آنچه را که ما انتظارش داریم، حتما خواهرای ما خوابهایی دارن، آرزوهایی دارن که امکان داره او در دنیا یا در زندگی دنیا برآورده نشود، ولی همیشه برخورد تن می داشته باشه که ببین تو مرا با آرزوهایم نرساندی، در این خانه هیچ چیز من ندیدم. چیزهایی که ما آرزوش داریم به او نمی رسیم، اجرش از خدا بخواهیم، الله به ما اجر می ده. من یک نکته را بر شما عرض کرده بودم که علت اختلاف چیست. اختلاف به خاطر چهار چیز. اول، در اختلاف خدا به ما اجر می ده. دوم، در اختلاف گناه ما کم می شه. سوم، اختلاف حقیقت دنیا را نشان می ده. دنیا جای از این است که همیشه خوش باشیم. دنیا جای از این است که همیشه هر چی خواستیم مطابق خواست ما کارها پیش بره، بلکه جنت یگانه جایی است که هیچگاه در او انسان ناراحت نمیشه. پس اگر دنیا همیش خوب باشه و همیش خوشی باشه و همیش سعادت باشه، پس این در جنت با جنت در تناقض میشه. پس دنیا کمی و کاستی های خود داره. چهارم، اختلاف تجدید محبت است. یگان دفعه یک دوست ما از دست میتیم، بعد از سالها به دست میریم با آغوش باز استقبالش میکنیم، ببین چقدر پشتت خفه شده بودم. یگان دف اختلافات و کشیدگی ها بین زن و شوهر سبب ازدیاد محبت میشه. در جریانی که خفه بودن از هم دیگر تلاش میکنن که دیگه این مورد را استعمال نکنم و جبرانش کنم، کوشش کنم بعد از خوشبخت زندگی کنم. پس آنچه را که از هم دیگر به دست نمیاریم اجرش از خدا بخوایم. ما را همراهی کنین بعد از نشریه حدیث، زود برمی. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه میگوید: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: از گمان بد اجتناب کنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون آغاز تربیت اولاد خوش آمدید میگم. ما یک مقدمه داریم، اما قبل از او گفتیم بقای بحث قبلی را تکمیل میسازیم و بعد از او برمیگردیم به بحث اصلیمان. گفتیم وصیت های یک عالم، وصیت های یک مادر عالم به دخترش در وقت ازدواج، و وصیت را هر پدر و هر مادر در وقت عروسی دخترش عملی کنه. پس چند مواردی بود، 14 مورد. موارد قبلی را اشاره کردیم، اول دوری از خشم و غضب، و همچنین آنچه که به دست نمیاریم و آرزو داریم که به دستش بیاریم اجرش از خدا بخوایم. مورد دیگه، همیشه صابر باشیم که زندگی نصفش صبر است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید که انسانی که صبر میکنه در بلا، انسانی که صبر میکنه در مشکل، انسانی که صبر میکنه در مصیبت، پاداشش فقط بهشت است. الصبر ثوابه الجنه. صبر فقط پاداشش جنت است.
پس مشکلاتی که آمد، ناهنجاری هایی که آمد، صبر کنیم. عاجل واکنش نشان ندیم. لحظات یک مش بدن نفس بزن. نفس میخواه حرکت کنه. زبان میخواه بد بگویه. یک مش بدنش بزن. یک لحظه آرام شو. پس خداوند جل ذکره هم اجر میده و هم مشکل دامنش گسترش پیدا نمیکنه. پس همیشه صابر باش، چون نصف زندگی انسانه صبر تشکیل میده. امروز یک زارع، یک دهقان اگر صبر نکنه، آیا میتونه کشت و زراعتی خوبتر یا حاصل خوبتر بگیره؟ هرگز نه. 5 ماه باید یک دانه‌ای که به زمین میگذاره 5 ماه انتظار بکشه، 5 ماه صبر کنه. یک غوره‌ای که در درخت است لااقل 4 ماه باید صبر کنه تا او به ثمر بشینه. پس چطور امکان داره که زندگی زن و شوهری بدون صبر و تحمل پیش بره؟ محال است. پس صبر نصف زندگی ماست، همیشه صابر باشیم. و ملت افغانستان باید که در اصل همه نواقصشان بیش صبری است، به صبر عادت کنن. مورد بعدی دوست عزیز، با تلخی و شیرینی زندگی بساز. با تلخی و شیرینی زندگی بساز. چی معنا؟ در تلخی ناراحت نشو، در شیرینی مغرور نباش. یکان دفعه امکاناتت بالاتر میشه، میبینی که گویا همه چیز باید تحت امر و سیطره تو باشه. نخیر، یک روز خدا از تو میگیره، بعد به سر سری خود میزنی چی اشتباهی کردم. در تلخی و شیرینی زندگی بساز. با تلخی ناراحت نشو، مایوس نشو. خدا تلخی را میاره، زشتی را میاره، سختی را میاره تا خدا گناه تا بریزانه، تا خدا رفع درجات نصیب کنه و تا خدا محبت شما را زیاد کنه. و یکان دفعه تلخی را دور میکنه، شیرینی میاره. پس در هر دو حال الله را بندگی کو و شکر گذاری کو. مورد دیگه دوست عزیز، با انجام وظایف مزدش را از خدا بخوای، نه از همدیگر. دوستای عزیز، شوهر وقتی برمیگرده عاجل بروی خانم خود، ببین به خاطر تو عرق ریزی میکنم، شب و روز زحمت میکشم، این چه رقم خانه است؟ ولی از خدا، این مسئولیتت است، این مکلفیتت است. خدا این حق بر دوشت گذاشته. انتظارش را از خدا بخوای، اجرش را از خدا داشته باش. خانم ببین، در این خانه از وقتی که آمدیم سرم از کار بالا نیست، هر کار بر دوشیم است، خدمت میهمان بر دوشیم است، تربیه اولاد بر دوشیم است. نخیر، شما نباید کارهایی که انجام میدین، مسئولیتهایی را که ادا میکنین، وظایفی را که بجا میکنین بر روی همدیگر بکشین. هر کاری که خانم عزیز تو در خانه خود انجام میدی، الله اجرش میده. طور مثال، یک لباس در خانه میشی، لباس شوهر خود را، میفهمی چقدر اجر به تو داده میشه؟ پیغمبر میگه خانمی که لباسی شوهر خود را به خاطر رضای خدا میشویه، آفتاب در هر جایی که چشمش برسه، به مو انداز مخلوقات به این دعای بخشش و مغفرت میکنه. پس نباید فعالیت‌های خودمان را یا وظایفی که انجام دادیم، مسئولیت‌هایی که انجام دادیم، به چری هم دیگر بکشیم. نکته بعدی و اخیر، قناعت و رضامندی کلید خوشبختی است. اگر کم داریم، اگر کمی و کاستی هایی در زندگی ما هست، اگر غذای به اصطلاح کمی و کاستی داره، لباس ما کمی و کاستی داره، همیشه خدا را شکر بگوییم. چرا؟ این کلید از برای خوشبختی است. خداوند خوشنود میشه وقتی انسان در مشکلات صبر میکنه و در نعمت شکر میگه. الله خوش میشه و نعمت بر بالاش زیاد میکنه. 3 موردی است که انسان انجام بده نعمت زیاد میشه. یگانه موردی که نعمت را زیاد میسازه، احسان الله بر انسان بیشتر میشه، شکرگزاری است. این بود دوست عزیز، جنبندی مراحل تشکیل خانواده. برمیگردیم به موضوع امروزمان، تربیت اولاد. 8 مورد را تا یک مقدمه با شما شریک میسازیم و بعد از اون انشاءالله در جلسات آینده در ارتباط تربیت عملی از تولد تا 24 سالگی با شما شریک میسازیم. تربیت اولاد اول فرض است. تربیت اولاد فرض است. فرض امر قاطع خدا از جانب الله بر بندگانش. همان طوری که یک مسلمان نماز میخوانه میگه خدا امر کرده، همچنین اولاد را تربیه کنه چون خدا امرش کرده. در سوره مبارکه تحریم میخوانیم، خداوند جل ذکره میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که شما ادعای ایمان دارین،
قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خود و اهل و ایال خود را از نار جهنم نجات بدین. خب ترجمه این قو انفسکم چیست؟ قو صیغه امر است. هر امر در قرآن مصروف به یک فرض است. خدا ما را امر میکنه اولاد خود را تربیه بکنیم. علموهم و ادبوهم. مراد از قو انفسکم چی معنا؟ تربیتشان بدین و تعلیمشان بدین. همونطوری که خدا میگه اقیم الصلا نماز بخوانین، همچنین خدا میگه قو انفسکم تعلیمش بدین و تربیتش بکنین. پس تربیت اولاد فرض است چون نماز، فرض است چون روزه، فرض است چون زکات، فرض است چون حج، فرض است چون سایر احکام و ارکان اسلامی. پس اگر کسی اولادش را تربیت میکنه، گویا در محراب الله را بندگی کرده. پس کسی که اولادش را تعلیم میده، گویا خود را به الله نزدیک ساخته است. دوم، تربیت علم است نه وراثت. یک دوست به ما چی میگه؟ استاد ما از پدر عالم هستم. سه خب روزی در مدرسه رفتی؟ نه مدرسه چرا برم؟ خب چرا؟ آیا امکان داره از پدر علم به تو انتقال کنه؟ علم فرا گرفته میشه، علم آموخته میشه، علم عرق ریزی میشه، علم با زحمت به دست میاد. پدرم عالم است و ما هم عالم هستم چون پدر ما عالم تر شدیم. پس تربیت وراثت نیست که از پدر به ما بانه، از مادر به ما بانه. ای علم است که ای آموخته میشه و فرا گرفته میشه. ما را همراهی کنین بعد از نشر یک حدیث زود در خدمتتان قرار میگیریم. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود بنده کلمه ای را بر زبان می آورد که در مورد آن نمی اندیشد و به سبب آن به دوزخ می لغزد و دورتر از آنچه که در میان مشرق و مغرب است. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون جمع‌بندی سلسله دروسی تربیتی اولادمان خوش آمدید میگم. بعد از اینکه ما بحثمان را در ارتباط جمع‌بندی مراحل تشکیل خانواده ختم ساختیم، برگشتیم به تربیت اولاد. این مراحل دارای 8 بخش است و انشاءالله هر بخشش تا یک جلسه یا دو جلسه خلاصه خواهد شد و با این بحث و با این جلسات انشاءالله بحثی تربیت و مراحل تشکیل خانواده ختم خواهد شد. امیدوار هستم استفاده کرده باشیم. پس تربیت اولاد فرض است، تربیت اولاد علم است نه وراثت. هیچ کس نگوید که مادرم خوب مربی بود من خوب مربی استم. نه خیر، این را بیاموز، این را فرا بگیر. سوم، در تربیت صبر ضروری است. در تربیت صبر ضروری است. بخاطر به ثمر نشستن یک نبات ماها صبر میکنی، به خاطر به ثمر نشستن یک شرکت، یک اداره سالها صبر میکنی. پس به خاطر به ثمر نشستن یک انسان کامل صبر به کار نیست. 10 سال باید صبر کنیم، 15 سال، 20 سال تربیت کنیم تا نتیجهش بگیریم، تا میوهش بگیریم. عاجل انتظار نکنیم والا دیروز رفتار خوب کردم امروز باید بچه‌م صالح تربیت شده باشه. نه خیر، تربیت بکو ولی صبر داشته باش. چهارم، دوستای عزیز، از الله کمک بخوایم. تا الله کمک نکنه ما کامیاب نمیشیم. چرا؟ یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. می آفریند و زنده میکند و می میراند چون او بر هر چیز تواناست. یقلبها کیف یشاء. قلبها را تغییر میده طوری که بخواهد. باید همیشه دعا کنیم خدای من در تربیت اولادم، در تربیت دختر و بچه‌م سرفراز و کامیاب داشته باش. الهی از تو کمک میخوایم، کمک تو ایست خانواده ما، اولاد ما صالح و مسلمان مفید به خود و جامعه تربیت شوند. پس مورد چهارم، همیشه دعا کنین تا اولادتان صالح بار بیاید. نکته پنجم، اگر میخواین اولادتان سالم تربیت شوه، همسر مسلمان و صالح انتخاب کنید. چرا؟
صبح وقت شما میبراین بیگاه برمیگردین. 12 ساعت، 14 ساعت این طفل شما در نزد خانمتان است. و پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که اولاد قسمی رفتار میکنه که مادرش است. شما اگر میخواین اولادتان صالح بار بیاید، مادر صالح انتخاب کنین. دیندار بار بیاید، مادر دیندار انتخاب کنین. در این شک نداشته باشین. اگر مادر انتخاب کردین که هر تصرف و هر رفتار و هر گفتارش للهی بود، اولادتان همچنین تبارز میکنه. در غیر از او، اگر زن به ایجاب بود، دخترش به ایجاب است. اگر زن بد اخلاق بود، پسرش بد اخلاق است. اگر زن بدین بود، پسرش بدین است. پس پنجمین مورد، به خاطر تربیت اولاد، همسر صالح و دیندار انتخاب کنید. مورد ششم، خود را تغییر بدین. تا امروز تا دیر میخوابیدین، ولی مسئول یک خانه هستی. تا دیروز هیچ نوع مسئولیت در قبال کس نداشتی. تا نصف شب مصروف دوستا و علاقمندایت بودی، در بیرون سپری میکردی، ولی امروز تو مسئول یک خانواده هستی، مسئول تربیت اولاد خود هستی. تا دیروز دروغ میگفتی، امروز دروغ ترک کن. غیبت میکردی، غیبت ترک کن. افلام مبتذل تماشا میکردی، ترکش کن. چرا اولادت هم چون تو بار میه؟ پس به خاطر تربیت اولاد خود را تغییر بدیم، وگرنه اولاد درست و سالم بار نمیه. چرا؟ او انجام میده آنچه را که ما انجام میدیم، انجام نمیده آنچه را که ما میگیم. تا بیگاه بگوییم نماز بخوان، خود ما نخوانیم، هیچ قیمتی نداره. ای دستور ما و ای فرمان ما، ای را باید برای خود نگاه کنیم. اولاد ما چیزی را که انجام میدیم انجام میده، نه آنچه را که میگیم. نکته بعدی دوست عزیز، نکته هفتم، نوعیت نفقه، رزق و روزی حلال. حضرت اسماعیل پدر امام بخاری رحمه الله وقتی وفات میکنه، دخترکایش گریه میکنه که پدر ما وفات میکنه. میگه عزیزم هرگز گریه نکنین، با خدا قسم تا وقتی که زنده بودم یک لقمه حرام اجازه ندادم در میده شما انتقال کنه، یک درهم حرام در خانه خود اجازه ندادم بیارم. پس اگر میخوای اولاد صالح بار بیاید، لقمه خود حلال بساز. اجازه نده حرام داخل خانه‌ت شوه و داخل زندگیت شوه، چون پیغمبر میگه هر جسم و جسدی که به لقمه حرام رشد کنه، آتش دوزخ به او سزاوارتر است. خدا نخواسته با لقمه حرام خود و اهل و عیال خود را مستحق جهنم نساز. و همزمان تربیت نقشی و سزای لقمه حلال در تربیت اولاد داره. کوشش کو حلال داخل خانه بیاری، نه حرام. نکته اخیر و هشتم، تدرج نه عجله. اگر میخواین دوستای عزیز تربیت اولادتان درست به ثمر بشینه، مرحله به مرحله، یک چیز فراموش نکنین، هر مرحله عمر اطفالتان تربیتی به خصوص خود داره. امروز 10 ساله شد، امروز 7 ساله شد، امروز 5 ساله شد، امروز 3 ساله شد، امروز 1 ساله شد. هر روزی که بر یک بخش یا یک مرحله عمر قدم میگذاره، اون روز تربیتی به خصوص خود داره. شما عجله نکنین، 20 سال تربیت کنین تا 60 سال خدمتتان کنه، تا 60 سال 50 سال دستتان ببوسه، تا 60 سال و 50 سال همیشه در مقابلتان متواضع باشه. عجله نکنین، ولا یک دو روز زحمت کردم. یک تعداد مادرها چی میگن؟ یک عمر تربیه نمیکنه، بعد از اینکه 10 ساله شد یک کتاب برش میگیره، بیا این کارا رو بچین بکن. امکان داره؟ هر مرحله از خود تربیت خاص خود داره. یک پدر سالا در قصه تربیت نبود، امروز میاد یک روز میخواد تمام مراحل تربیتی رو به اولاد بداننه. آیا امکان داره؟ نه خیر. باید هر مرحله عمر اولادمان و هر مرحله زندگی اولادمان نیازش، حاجتش و شی قابل غرس و چی چیز باید دور شوه، چی چیز تربیتش را به خطر میندازه، این نکات باید در نظر گرفته شوه که ما انشالله از تولد تا 24 سالگی این نکات را دوباره یک مرور مختصر و کوتاه می داشته باشیم، تا اینکه همگی شما در جریان قرار بگیرین و بدانین که هر مرحله کدام نیاز را باید مد نظر بگیریم و کدام چیز را راهنمایی بکنیم و از کدام چیزها اولادمان را دور نگه داریم. ای بود دوست عزیز
بحثمان در ارتباط جمع‌بندی مراحل تشکیل خانواده و آغاز جمع‌بندی مراحل سلسله دروسی تربیتی از تولد تا 24 سالگی یک مقدمه داشتیم، آغازش انشالله در جلسات آینده خواهد بود. از اینکه وقت برنامه ما تمام است، ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردین، از همه تان صمیمانه تشکری میکنم. شما را به لای بینی استاد در برنامه بعد میسپارم. شاد و کامیاب باشید.